مردم یونان روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این برای سومین بار در یک سال گذشته است که انتخابات پارلمانی در یونان برگزار می‌شود. در نظرسنجی‌ها حزب حاکم سیریزا با کمتر از 3% اختلاف از رقیب اصلی خود یعنی حزب دموکراسی نوین پیشی گرفته است. یکی از شهروندان آتن می‌گوید این انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد. امسال 3 انتخابات برگزار شده و این برای مردم سخت است. اما به عنوان یک شهروند وظیفه خودم را انجام می دهم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. من قطعا رأی می دهم، اما واقعا ترجیح می دادم انتخاباتی برگزار نمی شد. ما در این کشور به آرامش نیاز داریم، به کار برای همه نیاز داریم. هر کس انتخاب شود باید به بخش بهداشت و درمان توجه کند. نمیدانیم به چه کسی رأی بدهیم. ما پیر شدیم و ما باید برای نسل جوان تلاش کنیم، ولی متاسفانه همه جوانها به خارج از کشور رفتند. حزب حاکم سیریزا در انتخابات پارلمانی که ابتدای سال جاری میلادی برگزار شد به قدرت رسید، اما ماه گذشته پس از پذیرش سومین برنامه نجات اقتصادی، نخست وزیر یونان با اعلام انتخابات زودهنگام از سمت خود کناره‌گیری کرد.